هلو گایز، خدا قوت بهتون، خوش اومد به کانال خودتون گیمینگ امپایر. امروز اومدیم با بررسی لینک دی وی آر M660 و اینکه میخوام آنباکسینگش کنیم، تست اسپید تستش هم بگیریم، بهتون بگیم چجوریه. ببین من خودم چون سرعت خط حمله اول اینجا خیلی زیاد بود، رو 300 مگابایت بر ثانیه دانلودش بود، دنبال این مدلی بودم که بخواد حداکثر توان رو بهمون بده و طبق گفته خیلی از عزیزان توی بازار یا حالا از توی سایت که ما تحقیق کردیم گفته شد که این به شما میتونه تا 300 مگابایت بر ثانیه سرعت دانلود رو بده بهتون. حالا ما میریم که اینا رو تست بکنیم ببینیم چقدر تفاوت داره دو سرعت تقریبا سیم کارتی که داخل گوشی هست یا داخل این مودم است. با ما همراه باش که از این با خبر شی. فقط قبل از اینکه بریم سراغ آنباکسینگ و نقد و بررسی، دکمه سابسکرایب زنگ رو بغل بزن که بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه‌ها این بریم واسه باز کردنش، فقط اینکه ضمانتش زولتریکس، یکی از معتبرترین ضمانتایی که میاد دینینگ رو ضمانت میکنه. خب بریم تو جعبه چه خبره. همونطور که میبینی تو جعبه خب مودم هستش و مدل ما 4 تا دونه آنتن داره که 2 تا آنتناش واسه وای فای داخلیشه و 2 آنتن هم واسه تقویت آنتن 4G و حالا فرکانسایی که میخواد دریافت کنه. پشت مدل پلاستیکم از این دید. پشت مدل چی داریم؟ همون 4 تا دونه جای لن داریم. فقط اینکه این واسه انتقال اینترنت بچه‌ها، ببینید توی سری از مدل‌ها حالا شما شاید دیده باشید زده 1 2 3 4 رو اولیش زده بکستش یه کنار نوشته VS بکنم VPS نوشته ایسی توی این مایا نوشته و اون واسه چیه؟ واسه اینکه بتونه اینترنت رو انتقال بده. حالا شما برای اینکه بخوای این انتقال بدی میتونی یه کابل لن به اینجا بزنی و یه کابل لن هم بری به اون که مودمت بزنی. مثلا توی 2 طبقه میخوای از یه مودم اینترنت استفاده بکنی، با یه سیم کشی میتونی هم پایین با این مودم ساپورت کنی، بالا هم فقط دکو فرستنده رو میتونی مثلا انجام بده. اینجا که دکو پاور رو تقریبا جای نم تغذیهش هستش که هست. قیافه خیلی باحال جوک و جوندار هم هست بچه. خب این بغلش هم یه درگاه USB داره که بچه واسه این میگه که شما بخواید دستگاهی رو بهش وصل بکنید، دستگاه مثل پرینتر، وقتی بهش وصل میکنید با گوشی میتونید فرمان بدید اون دستگاه و بخواید پرینت رو انجام بدید. حالا واسه چندین تا میتونید بهش دستگاه وصل بکنید. این هم که دکمه ریست و VPS شه. شما این دکمه اگه شما بزنی چه اتفاق میفته؟ بدون پسورد میتونی کانکت بشی به این مودم. برای همین ما ببینید اون نرخصاب هکی هم که هست به بازار به واسطه فعال کردن این دکمه است که میتونه به وای فای وصل بشه و رمزه به شما بده. برای همین ما تو کل مودم ها چندین ساله که این دکمه رو به صورت دستی از تو خود مودم قطع بکنیم که حالا تو تنظیماتش بعدا براتون میگم. دیگه چیزی نداره. آن جلوشو داریم ما، جلوش هم که خب چراغایی که داره روشن و اینترنت و خب این هم که جای لناشه. این واسه وای فای 2G و وای فای 5G شه بچه ها. از 2 پهنه باندی تقریبا پشتیبانی میکنه. یعنی چی؟ از 2G تقریبا 2.4 و 5. خب اینا چه تفاوتی داره؟ توی میزان انتقال سرعت انتقال تفاوت داره و بعضی از دستگاه های که هستن 5G رو نمیشتن از توی قدیم نمیشتن، ولی تمام دستگاه جدید از 5G تبعیت میکنه و میتونی بهش کانکت بشی. اینم که تقریبا دکمه USB، چرا USB شده، اینم که واسه آنتن و اونم که واسه دکمه VPS. چیز خاص دیگه رو مودم چون نداریم. داخل جعبش هم که خب مثل همیشه فقط یه دونه شارژر هست و یک کابل لنی که هستش. خب بریم تو ادامه. من اول یه تست با خود گوشی میگیرم از سرعت دانلود و بعد تستی میگیرم که با این ببینم چقدره. فقط همه چیزی که هست یه سری قوانین باید تو این تست ما رعایت بکنیم که جلوتر براتون توضیح میدم که چه چیزایی بخوام رعایت کنیم که بخوام این تستمون واقعی به وجود بیاد. ببینید شما یه سری تنظیمات روی گوشی دارید و اون تنظیمات توی این نیست. شما بعد تنظیمات گوشیتون هر چیزی که هست APS و اینا تو قسمت نقاط دسترسی وقتی برید تو APS هر چی که هست رو بخواد توی مودم اد بکنید که اینم دقیقا مثل همین گوشی شما بخواد صورت انتقال رو انجام بده که حالا جلوتر بهتون میگم. بعد از توی گوشی خودتون اون تنظیمات رو داخل این اونم اد بکنید که بخواید توی یه رنج سرعت و توی یه دونه محدوده کانکشن بخوایم تستش رو انجام بدیم. خب بریم سراغ تستش. چون رسیدیم به بخش تست این مودم خفن، ولی خب قبل از اینکه بخوام وارد تست بشیم ما یه سری اتفاقات افتاد و یه سری بررسی کردیم و واقعا اون چیزی که فکر می‌کردیم فرق این مسئله بود. چرا؟ چون در مورد این مسئله که قرار بود توضیح بدم هیچ توی سایتی
توضیحاتش نیست به شما بدونی که آقا این تفاوت ها واسه چیه. و وقتی که ما اومدیم توی تلفن همراه تست کردیم سرعت رو، یه سرعت تقریبا 178 تا دلار واسه من دوباره این تست الان بگیرم براتون. و تستی که الان دارم براتون میگیرم با خود گوشی موبایله، گوشی موبایلی که هم سی پی یو داره هم فورونیمجیه و هم تجمیع آنتن داره و داره این رنج سرعت رو به ما میده که دارید تو تصویر مشاهده میکنید. حالا اون دانلودش بود، این قسمت بیریم واسه آپلودش. خب آپلودش خیلی کم اینا، ولی مسئله ای که هست بچه ها، ما توی تقریبا بررسی که کردیم این چند روزه فهمیدیم که گوشی موبایل به دلیل تجمیع آنتنی که داره و میاد آنتنای اطراف رو جمع میکنه و تقویت آنتن انجام میده، در اصل سرعتش میشه بالا و به این رقم حالا سنواده ای آپلودش هم که روی حالا 3 مگاهی در ثانیه اومده انجام میده به دلیل سی پی یوی که داره و به دلیل تجمیع آنتن میتونه سرعت بده. ولی مودم، این مودم نه که مودم این شکلی وجود نداشته باشه، این مودمی که الان ما داریم 4G و روی آنتن 4G وصل میشه و با تنظیماتی که روش زدیم یک سرعت پایدارتری میده. و ما خیلی جالبه بچه، با تقریبا با یه دونه گوشه A32 بود فکر کنم، یعنی واسه 3-4 نسل قبل اومدیم اسپید تست گرفتیم، دیدیم دقیقا داره مثل همون سرعت رو میده. چرا؟ چون تو اون نسل تجمیع آنتن وجود نداشت. حالا این تجمیع آنتن چیه؟ بهتون گفتم آنتن رو جمع میکنه و سرعتتون رو افزایش میده. حالا مودمی که من میخوام بگیرم تجمیع آنتن داشته باشه و فورنمجی باشه و بخواد سرعت خوبی بهم بده، تقریبا میتونم بهتون بگم همپای قیمتی 2 برابر این مودم هستش. یعنی شما اگه این مودم رو ما تهیه کردیم 3,500,000 توی اون رنج که بهتون میگم تجمیع آنتن داشته باشه فورنمجی باشه، تقریبا بتونه انجام بده و سرعت بالغ بر همین 150-200 رو بخواد بده، چیزی اونوش ارزون ترش از 8,000,000 تومان شروع میشه. یعنی تقریبا چیزی شما 2 برابر این قضیه هزینه بکنی. حالا ما میام وسط نه یکم تست میکنم. بهتون گفتم تفاوت آنتن تقریبا 2.5 رو با 5S بهتون گفتم، 5S بهتون گفتم و 5S خیلی سرعت بالاتری داره و ما با قسمت 5S این مودم بس شدیم و میریم که اسپید تست رو بگیریم براتون ببینید تو چه سرعتی داره به همون میده. فقط من یه لحظه این هم سرعت برندم باز کنم که بخوام تست رو از اول بگیرم براتون. خب میریم واسه تستش. الان این تستی که دارید اینجا میبینید از 5 هرتز مودمی که الان وصل شده و میبینید تفاوت سرعتش رو، نمیدونم حالا چقدر مشخصه یا نه. ببین چیزی اولوش 60% سرعت رو بهتون میده دیگه، 60% سرعتی که دارید با گوشی میگیرید بهتون میده. و یه چیز جالب بهتون بگم بچه، آپلودش خیلی فوق العاده است. یعنی آپلود یادتونتون چقدر گرفتیم با خط همراه اول، اما جفت سیم کارت داخل مودم و گوشی همراه اوله و تفاوت سرعت رو داری میبینید. از نظر من یه سرعت معقولی توی این رنج قیمتی، یعنی چون اگه بخواید این تقریبا سرعت بالا رو یه جای رو بخواید بگیرید چیزی روش 2 برابر این مودم باید هزینه بکنید. پس دوستان حتما به این موضوع دقت بکنید، اتفاقاتی داره میفته توی این مودم. الان دیدید تفاوت سرعتش رو با آنتن معمولی خود گوشی و آنتن این مودم مشاهده کرده. چیزی حدود 60% سرعت رو به ما میده و سرعت معقولی، ببین 50-60%، یعنی این مودم من توی ساعت مثلا بامداد تو ساعت 1:02 سرعت 130 هم بهم داده. ولی جالبش اینه هیچ وقت آپلودش زیر 40 نمیاد. یعنی دوستانی که اهل استریم هستن، اهل اینی هم که بخوان استریم بکنن و حالا ویدیو آپلود بکنن، کارشون بیشتر آپلود کردنه، مودم خیلی فوق العاده جوابش رو میده. و اینم از تست و نقد و بررسی این مودم خفن. امیدوارم که از این نقد و بررسی لذت برده باشی، تمام اطلاعات رو گرفته باشی. دمتون گرم، حتما دکمه سابسکرایب زنگ رو بغل بزنید. آموزش‌های بعدی دیگه، آموزش‌های بعدی دیگه، هر تجهیزاتی که برسه دستمون برای شما دیگه از این بعد ویدیوشو توی کانالمون می‌ذاریم و در موردش همینجوری نقد و بررسی می‌کنیم که شما اطلاعاتتون بخواد بره بالاتر. امیدوارم خریدی انجام بدی که هم به صرفت باشه، هم بتونه بهترین سرعت رو بده و متناسب با کارت باشه. بچا یه چیز دیگه هم که هست، خیلی پینگ ثابت و پایداری داره این مودم و فوق العاده به درد گیم زدن میخوره رو پینگ پایین و لگ بهتون نمیدن. عالیه دیگه از همه نظر عالی. فقط اگه میخوای سرعت بالاتر رو باید بری سراغ اون تیپ مودمایی که بهتون گفتم. تا یه ویدیو دیگه شما به خدای ممنون میسپارم. خدا نگهدار همتون.